سرخط خبرها. سکوت در روند گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان. حکومت افغانستان خواهان نقش مثبت کشورها در روند صلح افغانستان. کشورها و شرکای بین المللی افغانستان اجماع را نه تنها حفظ کنند بلکه تقویت و تحکیم کنند. جان باختن 10 شهروند افغان در سقوط یک هواپیما در تهران. 144 نفر ایرانی بودند، 11 نفر اوکراینی، 10 نفر افغانی. دو چرخبال ارتش در ولایت‌های فرا و پکتیکا سقوط کردند. بازشماری برخ محل‌های رایدهی در هفته آینده. کمیسیون شکایت‌ها در انتظار همکاری کمیسیون انتخابات است. 100 محل تا 200 محل تا 500 محل ممکن است به بازشماری و تفتیش مجدد. انتقاد مجلس نمایندگان از سهم‌بندی بودجه مالی سال جدید. نمایندگان مجلس خواهان برداشته شدن سهمیه‌بندی بودجه برای ولایت‌ها. ولایتی که درجه بندی شده ولایت درجه اول و درجه دو درجه سه و این ارتباط باید مجلس هم یک تصمیم خود بگیرد. و خامنه‌ای میگوید حمله دوشب عراق نخستین سیلی محکم به آمریکا بود. با نام خدا و با عرض سلام، با مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی خوش آمد. مشروع خبرها. روند گفتگوهای صلح در حالت سکوت به سر می‌برد. شمار افراد آگاه از روند گفتگوهای صلح در قطر می‌گویند پس از کشته شدن قاسم سلیمانی با وسیله آمریکا، روند گفتگوهای صلح میان طالبان و زلمه خلیلزاد در حالت سکوت قرار گرفته است. در این حال منابع نزدیک به طالبان می‌گوید که بی‌باوری طرف‌های گفتگوه کننده سبب سکوت گفتگوها شده است، نه کشته شدن قاسم سلیمانی. اما وزارت دولت در امور صلح خواستار ایفای نقش مثبت کشورهای منطقه و جهان در روند صلح افغانستان شده است. سایه کشته شدن قاسم سلیمانی بر روند صلح افغانستان. شماری از افراد آگاه از روند گفتگوهای صلح در قطر میگویند پس از کشته شدن قاسم سلیمانی به وسیله آمریکا، روند گفتگوهای صلح میان طالبان و زلمه خلیلزاد در حالت سکوت قرار گرفته است. وزارت دولت در امور صلح هم با اشاره به نقش کشورهای منطقه در روند گفتگوهای صلح خواستار نقش مثبت ایران و دیگر کشورها در این روند است. صلح در افغانستان موجب رفاه در منطقه و امنیت در جهان است. با توجه به این موضوع با تلاش‌های مکرر دولت افغانستان در سطح منطقه و جهان اجماع روی صلح در افغانستان ایجاد شده و انتظار و توقع مردم افغانستان این است که با ایفای نقش مثبت کشورها و شرکای بین المللی افغانستان اجماع را نه تنها حفظ کنند بلکه تقویت و تحکیم ببخشند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هم میگوید ایران به شدت در تلاش تضعیف ساختن روند گفتگوهای صلح در افغانستان است. ایران از پیوستن به ائتلاف جهانی برای صلح خودداری کرده و با پشتیبانی از گروه‌های شورشی به شدت تلاش می‌کند تا روند صلح در افغانستان را تضعیف کند. اما منابع نزدیک به طالبان می‌گویند بی‌باوری طرف‌های گفتگو کننده سبب سکوت گفتگوها شده است، نه کشته شدن قاسم سلیمانی. رابط به معنای این نیست که تأثیر دارن بالای طالبا. طالبا موقف مستقلانه میگیرن، موقف آزادانه میگیرن در قبال قضایای افغانستان، خصوصا در قبال قضیه مذاکرات صلح، و هیچ نوع تأثیر پذیری و انفعال ندارن از دول منطقه. از سوی دیگر اینجا در نشست مشورتی میان وزارت دولت در امور صلح با نمایندگان جامعه مدنی، این نهاد از طرح برنامه‌ای
پس از توافق احتمالی طالبان بر سر آتش بس در افغانستان سخن میزند. استراتژی سوم، نظارت از تطبیق توافقنامه صلح و اقدامات دولت افغانستان برای صلح و ثبات دائمی بعد از مذاکرات. با این همه خواستها هنوز بر محور نتیجه بخش بودن گفتگوهای صلح میچرخد و اینکه آتش بس باید آغاز گفتگوهای بین الافغانی باشد. بزرگترین خط سرخ ما در شرایط کنونی به تمام طرف ها تطبیق آتش بس است. طرح آتش بس است. ما به صلح بدون آتش بس نمیرسیم. منابع آگاه از گفتگوهای صلح تایید کردند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان یک روز پیش وارد قطر شده و با ملا برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر دیدار کرده است. موضوع اصلی این دیدار کاهش خشونت‌ها و آتش بس اعلام شده بود، اما با تنش‌های تازه در منطقه اکنون معلوم نیست که سرنوشت پرونده صلح افغانستان چه خواهد شد. افزایش تنش‌ها و رویارویی آمریکا با ایران خشونت‌ها را در افغانستان افزایش خواهد داد. برخی دیپلمات‌های غربی می‌گویند که ادامه تنش‌ها و انتقام‌جویی ایران از آمریکا روند گفتگوهای صلح در افغانستان را با کندی روبرو می‌کند. این دیپلمات‌های غربی همچنان به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که ممکن تهران تسلیحات پیشرفته‌تر به ویژه نوع موشک‌های ضد هوایی در اختیار طالبان قرار دهد. همزمان شماری از آگاهان نظامی می‌گویند این احتمال وجود دارد که ایران از گروه طالبان بر ضد آمریکا در خاک افغانستان استفاده کند و این گروه به نیابت از ایران در افغانستان بجنگد. اما چهره های نزدیک به طالبان به این باورند که این گروه در تنش های آمریکا با ایران بی‌طرفند و افزایش این تنش ها گفتگوهای صلح را سرعت خواهد بخشید. شلیک موشک های سپاه پاسداران ایران بر پایگاه های نظامی آمریکا در عراق حکومت افغانستان را نیز نگران کرده است. نگران از افزایش تنش‌ها میان دوست استراتژیک و همسایه هم زبان و هم فرهنگش. همزمان با شلیک موشک‌های ایران بر پایگاه‌های آمریکا در عراق، رئیس جمهور غنی درباره وضعیت امنیتی منطقه با وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده است. رئیس جمهور غنی در این گفتگوی تلفنی گفته است زمان آن فرا رسیده تا آمریکا و ایران در راستای تشنج زدایی گام بردارند. برخ آگاهان نظامی به این باورند که احتمال حمله ایران بر پایگاه های امریکا در افغانستان اندک است و اگر ایران وارد جنگ بزرگتر شود، طالبان بر ضد منافع امریکا در کشور ابزار قرار خواهند گرفت و این گروه به نیابت به ایران با امریکا خواهد جنگید. اگر ایران وارد یک جنگ بزرگتر با امریکا شود، این احتمال وجود دارد که از طالبان بایسی یک گروه ضد آمریکایی استفاده کنند و حمایت طالبان بپردازند. اما چهره های نزدیک به طالبان تاکید دارند که این گروه به سود ایران و آمریکا گام نخواهند برداشت و افزایش تنش‌ها میان این دو کشور هم به سود و هم به زیان کشور خواهد انجامید. تشنج شدادی پمند که ایجاد سویدی در افغانستان تم توان کیم گټه کی گټه ادا د امریکایان خپل بدنامی په دنیا کې کموي سطح د بدنامی را ټیټیږي. هغه د دې امریکا او د افغانستان موضوع خلاص کی د طالبان سره توافقنامه امضا کی او د سولې مذاکرات شروع شي، نو دلته به د دوی بدنامی یو څه اندازه را ټیټ شي. در این میان برخی دیپلمات‌های غربی می‌گویند که ادامه تنش‌ها و انتقام‌جویی ایران از آمریکا روند گفتگوهای صلح در افغانستان را با کندی روبرو می‌کند و طالبان تلاش خواهند کرد که از وضعیت به نفع خودشان استفاده کنند. این دیپلمات‌های غربی بر روزنامه نیویورک تایمز گفتند که ممکن تهران تسلیحات پیشرفته‌تر به ویژه نوع موشک‌های ضد هوایی در اختیار طالبان قرار دهد. همزمان نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که اگر آمریکا در صورت جنگ با ایران تصمیم گیرد، نظامیان خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد و این اقدام به مفهوم پایان روند صلح در این کشور خواهد بود.
اگر وارد یک جنگ دراز مدت با ایران شویم، متاسفانه به نظر من ممکن است ایالات متحده به این تصمیم برسد که باید در افغانستان بمانیم و حضور نظامی نیرومند را در این کشور در برابر ایران حفظ کنیم. اگر به این تصمیم برسیم، پس فکر میکنم تقریبا این اقدام به معنای پایان روند صلح در افغانستان خواهد بود. شمار از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران را در تیرگی روابط افغانستان با آمریکا و کابل با تهران اثرگذار نمی‌دانند و به این باورند که این تنش‌ها بر روند صلح افغانستان تأثیر اندک خواهد گذاشت. روابطی که بین آمریکا و ایران به پیچیدگی به بن‌بست رفته، تاثیراتش به افغانستان باشه. هیچ نوع تاثیرات به افغانستان نداره، هیچ نوع تاثیرات به صلح افغانستان نداره. پروسه صلح ما انشالله به پیش میره. سپاه پاسداران ایران در اعلامیه گفته است که دست کم 104 هدف از موازی آمریکا و متحدانش در منطقه شناسایی شدند و اگر آمریکا مرتکب خطایی شود، این موازی هدف حمله قرار خواهند گرفت. اما حکومت افغانستان همواره به مقام‌های ایرانی اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. 10 شهروند افغانستان در میان جانباختگان هواپیمای اوکراینی است که صبح امروز در تهران سقوط کرد. مقام‌های ایرانی اعلام کردند که در میان 167 مسافر و 9 خدمه این هواپیما 147 مسافران ایرانی بودند. به گفته مقام‌های ایران، بقیه مسافران از کشورهای اوکراین، کانادا، سویدن و بریتانیا است. در این حال دو چرخبال ارتش در ولایت‌های فرا و پکتیکا نیز بر اثر مشکلات فنی سقوط کرده است. وزارت دفاع ملی تایید کرده که در سقوط چرخبال ارتش در ولسوالی پرچمن فرا که به دلیل مشکلات فنی صورت گرفته، دو خلبان جان باختند. جان باختن 10 شهروند افغانستان در سرنگونی یک هواپیمای اوکراینی در تهران. هواپیمای 737 اوکراین ساعت 6 بامداد امروز تهران را به هدف کیف پایتخت آن کشور ترک کرده بود. به گفته مقام ها، هواپیما 3 دقیقه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی دچار آتش سوزی شده و در منطقه محمود آباد در حومه شهر پرند در تهران سرنگون گردید. سرنشینان این هواپیما شامل 70 مرد، 81 زن و 15 کودک بودند. قبل از سقوط داشت صدا میداد، در حال آرشش و 20 دقیقه این حدودا بود، در حال انفجار خونم 4 طبقه از اون بر پارک مشخص بود. یعنی صدا شما را اول صدا شد، حالات صدای گرگر میداد، اینا داشت در حال انفجار بود. بعد من قرمز هم آره روشن میشد و قرمز میشد. بعد اومدیم این حدودا دیگه آخر که رسید اونجا ما دیگه ندیدیم اول کجا بود. بعد این پارک سقوط کرده. وزارت خارجه اوکراین تایید کرده است که تمامی 176 سرنشین و خدمه هواپیما جان باختند. جعبه سیاه این هواپیما نیز پیدا شده است. سخنگوی دولت ایران میگوید که در میان جان باختگان خارجی این رویداد 11 اوکراینی، 10 شهروند افغانستان، 9 کانادایی، 4 سویدنی و 1 بریتانیایی نیز شامل هستند. 3 دقیقه بعد از پرواز سقوط میکنه. 176 نفر مسافر بودن، 70 مرد و 81 زن، 15 کودک، 1 نوزاد و کروی پرواز هم 9 نفر. بر اساس آنچه که اعلام شده 144 نفر ایرانی بودن، 11 نفر اوکراینی، 10 نفر افغانی، 9 نفر کانادایی، 4 نفر سوئدی و 1 نفر انگلیسی. در همین حال یک چرخبال وابسته به وزارت دفاع ملی امروز در ولسوالی پرچمن ولایت فرا سقوط کرده که در آن دست کم 2 خلبان جان باختند. وزارت دفاع ملی با تایید این خبر گفته که این چرخبال به دلیل مشکلات فنی سقوط کرده است. در همین حال یک چرخبال دیگر ارتش در داخل قلوردوی 203 تندر در ولایت پکتیکا به دلیل مشکلات فنی سقوط کرده است. منابع محلی در ولایت پکتیا میگویند که 10 نفر در این رویداد زخمی شدند. اما وزارت دفاع ملی تاکید میکند که به هیچ سرنشین این چرخبال آسیبی نرسیده است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگوید که برخی محل های رایدهی در 20 ولایت کشور بازشماری می شود. دبیرخانه این کمیسیون میگوید که روند بازشماری از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود که شمارشان به صدها محل می رسد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی همچنین از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که این کمیسیون را در روند بازشماری رای ها همکاری کند.
ظاهراً کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در کار رسیدگی به شکایت‌ها به مرحله حساس رسیده است. دبیرخانه این کمیسیون می‌گوید که در نتیجه بررسی‌ها صدها محل از 15 تا 20 ولایت کشور به بازشماری رفته و روند بازشماری هم هفته آینده آغاز خواهد شد. بین 15 تا 20 ولایت ممکن است محلات به تفتیش بره. این به صورت تخمینی اگر بخوایم بگوییم از 5 محل گرفته تا 100 محل تا 200 محل تا 500 محل ممکن است به بازشماری و تفتیش مجدد بره. این کمیسیون می افزاید که تا روز شنبه تیم‌های فنی هر دو کمیسیون برای بازشماری به ولایت‌ها فرستاده خواهد شد و روند بازشماری هم در حضور داشت ناظران انتخاباتی و دسته‌های انتخاباتی انجام می‌شود. مرحله بازشماری و پروسیس مجدد آرا نیاز به یک سری امکانات از قبیل کیارکد ریدر و نیروی تکنیکی و مسلکی دارد و هماهنگی بین هر دو کمیسیون، چون تقاضا از طرف ماست و عملیاتی کردن این کار از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، این هم در حال حل شدن است. بیشتر اما روند بازشماری رأی هایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام شد از سوی دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شورای نامزدان ریاست جمهوری تحریم شده بود و این موضوع سبب شد تا اعلام نتیجه ابتدایی 3 ماه را در بر گیرد. در صورت که واقعا تمام قوانین و طرز عمل هایی را که در قبال بر بازشماری و تفتیش آراست اگر رعایت کنه ما میتونیم به عدالت انتخاباتی برسیم و بحث دوم وقتی که تصامیم میگیره تصامیمشان از طریق یک پروسه شفاف باشه و در حضور داشته نمایندای تکت های انتخاباتی نهادهای ناظر و رسانه باشه. کمیسیون شکایت های انتخاباتی همچنین میگوید که دفترهای ولایتی این کمیسیون از دیروز بدین سو به بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات دسترسی پیدا کردند و این کار روند رسیدگی به شکایت ها را تسریع میکند. طرح بودجه پیشنهادی حکومت برای سال مالی 1399 از نظر سهم‌بندی با ولایت‌ها مشکلات جدی دارد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از عدم توجه به ولایت‌های کمتر توسعه یافته در سند بودجه 1399 آن را اشتباه‌آمیز و حتی ظالمانه خوانده است. این نمایندگان می‌گویند روند سهم‌بندی بودجه ملی برای ولایت‌ها باید از میان برداشته شود و برای ولایت‌های کمتر توسعه یافته باید بیشترین توجه صورت گیرد. انتقاد مجلس از طرح بودجه ملی حکومت. برخی از اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز از آنچه سهمیه بندی بودجه ملی بر اساس درجه به ولایت ها خوانده شده به شدت انتقاد می کنند. این عضوهای مجلس سهمیه بندی بودجه ملی را ظالمانه می خوانند. به بودجه ملی توجه شود، به ولایت های انکشاف پیدا نکرده باید توجه شود و مرکزیت را به اصطلاح کمتر توجه بکنه، ببرن در حواشی و تمام چارچوب دیواره های فقر زده افغانستان آباد بکنه. یک بار دیگه من تاکید میکنم این سیستم ظالمانه است. رئیس جمهور در ولایت های مختلف سفر کردن، عنوان کردن که ما ولایات درجه دو و درجه سه نداریم، ما شهروند درجه دو نداریم، هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست و در برخی ولایات هم عنوان کردن که بعد از 6 بار شما پارچه من را امتحان بدین. متاسفانه که پارچه شان 0 است. رئیس مجلس نیز تاکید دارد که در سند بودجه ملی توازن در نظر گرفتن نشده و این امر سبب شده که در سالهای گذشته شماری از ولایت‌ها از امکانات توسعه و انکشاف باز بمانند. ولایتی که درجه بندی شده ولایت درجه اول و درجه دو درجه سه و ارتباط باید مجلس هم یک تصمیم خود بگیره. باید ما شما درجه بندی را از ولایت پاس بکنیم. ولایت ولایت است، باید بودجهش همه چیزش متوازن باشه، هیچ ولایت از دیگه ولایت که پایین‌تر و بالاتر نیست.
با گفته نمایندگان مجلس، تخصیص بودجه بدون در نظر داشت توازن و درجه بندی های ناعادلانه ولایت های کشور در سال های گذشته سبب شده تا سرمایه ملی میان مردم به گونه ناعادلانه توزیع گردد و حقوق شهروندی برابر میان شهروندان در نظر گرفته نشود. مالکان موترهای یکلی در واکنش به تصمیم شورای نظامی هرات در این ولایت دست به اعتراض زدند. صدها تن از مالکان این موترها از شورای نظامی هرات می‌خواهند که از این تصمیمشان صرف نظر کنند. شورای نظامی ولایت هرات دستور داده که سر از روز شنبه گشت و گذار موترهای بدون اسناد در این ولایت ممنوع می‌شود. آمار مدیریت ترافیک ولایت هرات نشان می‌دهد که بیش از 90,000 موتر یکلی در این ولایت وجود دارد. روند ثبت نام مستحقان زمین‌های رهایشی امروز آغاز شد. در این روند به بیجا شدگان داخلی، مهاجرانی که به کشور برگشتند و به بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی زمین‌های رهایشی توزیع می‌شود. وزیر امور مهاجرین می‌گوید تاکنون بیش از 8,000 متقاضی زمین در این وزارت ثبت شدند، اما از این میان به آنان زمین داده می‌شود که مستحق شناخته شوند. وزیر امور مهاجرین همچنان می‌گوید 1500 نمره زمین در ولسوالی شکردره برای مستحقان در نظر گرفته شده و در صورت نیاز وزارت شهرسازی و اراضی زمین بیشتر را در اختیار این وزارت قرار خواهد داد. تا کنون در وزارت مهاجرین ثبت و رجسترش شده بیشتر از 8,000 فامیل است که متقاضی زمین است. ثبت نام از امروز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس امو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و بعد در بین مستحقین اولویت بندی میشه و همه قسمی که جناب معین صاحب گفتن اینجا محدودیت وجود نداره که ما بگیم برای 2,000 یا 3,000 فامیل ما زمین یا سرپناه میدیم دیگه نمیدیم و هر مقداری که مستحق تشخیص داده شده برای مجموعشان داده خواهد شد. در خارج از کشور، رهبر ایران میگوید که سپاه پاسداران شب گذشته در پاسخ به ترور سلیمانی نخستین سیلی را به آمریکا زد. علی خامنه ای که در قم سخنرانی میکرد گفته است که حمله های راکتی شب گذشته بر پایگاه های آمریکا در عراق انتقام نبوده و کافی نیست. وی تاکید کرده زمان اقدام های ایران کافی خواهد بود که به حضور نظامی آمریکا در منطقه پایان داده شود. رسانه های ایران گزارش داده است که در این حمله ها دست کم 80 سرباز آمریکایی کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شده است. در همین حال پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که دو پایگاه نظامی آن کشور در هرات هدف موشک‌های قرار گرفته که از ایران شلیک شده است. رئیس جمهور آمریکا با تایید این حمله گفته است که ارزیابی‌ها از آمار کشته شدگان و زخمی‌ها و خساره‌های این حمله هم‌اکنون در جریان است. بال هم تازه‌های ورزش با ظاهر نوری. روند بایومتریک ورزشکاران برای دریافت اسریه و سفرخرج ادامه دارد. این روند که نخستین بار در تاریخ ورزش افغانستان راه اندازی شده است، امروز ملی پوشان رشته های وووینام، وشو، مشتنی، قوت الرمی، گلف، کورش، اسکی، ناشنوایان و سنوکر خودشان را بایومتریک کردند. ورزشکاران از راه اندازی این پروسه استقبال می کنند و برای شفافیت دریافت اسریه ایشان خوشبین هستند. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. شب بر همه شما خوش. الله حافظ.